سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس و کامیک اینجاستیس گادز مانگاس خوش اومدید. من عرفان هستم و قصد دارم امروز بخش چهارم که در واقع بخش پایانی سال اول این مجموعه هست رو براتون تعریف کنم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، با سابسکرایب کردن ما و فعال کردن زنگوله ادامه این مجموعه جذاب و سایر ویدیوهایی که واسه تون میسازیم از دست ندید. شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. تا آخر اون همراه ما باشید. سوپرمن لوئیس رو از دست داده بود، چون که جوکر قبل از اینکه سوپرمن اونو بکشه متروپولیس رو منفجر میکنه. بعد از اون سوپرمن تصمیم میگیره کاری کنه که دیگه توی دنیا هیچ جرمی اتفاق نیفته. من زنده‌ام، این دوتا کلمه از رادیو پخش شد و همه دنیا اونو شنیدند. لیگ عدالت هم این پیغام رو دریافت کرد. اونها روی باقی مونده شهر متروپولیس که توسط یک مدمن مرموز ویران شده بود فرود میان. بعد از حفاری کردن اطراف آوار و خرابه ها، سوپرمن و لیگ عدالت پناهگاه مخفی پیدا می کنند که متعلق به لکس لوتره که داخل اون جون سالم از انفجار به در برده. لکس یکی از دوستان سوپرمن در این دنیا است. اونها به برج مراقبت میرن و به لکس توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده و چرا اون باید توی پناهگاه مخفی بشه. جوکر یک سلاح هستی در متروپولیس رو اندازی کرده و لوئیس رو به قتل رسونده و لوئیس تنها ارتباط سوپرمن با انسانیتش بود. اون کارش با لیگ عدالت به دعوا مرافعه میکشه. از اون زمان به بعد اون میخواد که مطمئن بشه هیچ کس دوباره توی این دنیا آسیب نمیبینه. باتمن هم همینطور فکر میکنه، در حالی که اون هم اکنون دنبال مرگ نایت وینگ به دست دیمین در مقابل سوپرمن ایستاده. مأموریت سوپرمن با تمام قوا به پیش میره، اما بعضی از موارد خاص باعث شد برای اعضای تیم عدالت سوال پیش بیاد که اونجا انجام میدن درسته یا نه. دقیقا مثل زمانی که بلک آدام فقط داشت از کشورش دفاع میکرد، سوپرمن و واندر وومن و شزامون رو مجبور کردن که کلمات جادویی رو به زبون بیاره. اون ورد قدرتش رو ازش میگرفت. این کار اون رو به یک مرد فانی تبدیل میکنه، اونقدر که انگار سالها گذشته. اون به سرعت پیر شد و این تغییر فرصت خوبی بود برای کشتن اون. شزم فکر نمی کرد که این کار بهترین کاری باشه که اونو انجام میدن. سوپرمن و واندر وومن به این مسئله اهمیتی نمیدن و اونو مجبور میکنن تا تغییر کنه و پیر بشه و بعد از اون دیگه نمیذارن که کلمات جادویی قدرتش رو یک بار دیگه به زبون بیاره. اون نمرد، اما شزم از خودش پرسید آیا درستی که یک نفر رو به خاطر هدفتون بکشی؟ اما شزم اونقدر سنی نداشت که بتونه تشخیص بده چی درسته چی غلط. اینطور نیست؟ باری دیگر واندر وومن به کشوری جنگ زده میره که زنان اون کشور توسط یک حاکم شرور مورد شکنجه قرار میگیرن. وقتی که اون به اونجا میرسه فرمان روا رو میگیره و در مقابل چشمان همه میکشه. بعد به سمت سربازان میره و اسلحه اونا رو میگیره و به زنان تحویل میده تا از خودشون حفاظت کنه. اما آیا این درسته که اسلحه ها در دست زنانی باشه که سالها توسط حاکم شکنجه شدن؟ واندر وومن فکر میکنه که جواب این سوال رو میدونه. باتمن با برنامه‌ای میاد که فعالیت و اقدامات سوپرمن رو کنترل کنه. اون برنامه‌ای برای بررسی عملکرد سوپرمن ارائه میده. باتمن تیم خودش رو داره. اون هاگرل دختر شاهزاده رو ربوده تا بتونه به واسطه منهانتر یک مأمور مخفی جایگزین اون کنه. اوضاع روز به روز وخیم و وخیم‌تر میشه. در همین حین کالابیک یکی از پیروان دارک ساید گزارش میده که به نظر میرسه سوپرمن خیلی آرومتر شده، چرا که اون خواستار پایان دادن به این همه نبرد. بنابراین دارک ساید ارتش خودش رو به همراهی و فرماندهی کالابیک به زمین میفرست. در همین حین سوپرمن تصمیم میگیره یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه و بر اساس اون چیزی که لکس لوتر بهش گفته باید به دنیا بگه داره چه کاری رو انجام میده. مردم فقط میبینن که سوپرمن داره پرواز میکنه و جلوی جنگ افروزها و ارازل رو میگیره. اونها میترسن. مردم دقیقا نمیدونن که نقشه و برنامه سوپرمن چیه. بنابراین سوپرمن کت و شلوار خودش رو میپوشه و در مقابل مردم دنیا میایسته. اون فقط میخواست که دنیا در امنیت باشه. در همین موقع ناگهان صدای انفجاری میاد. بوم! مجرایی رو به این دنیا باز میشه. کالابیک و ارتش پارادیمون ها از اون عبور میکنن و پا به این دنیا میزنن. اونها جایگاه سوپرمن رو منفجر میکنند و درست مقابل اون فرود میان. مشکل چیه سوپرمن؟ خیلی راحت شکست خوردی ها؟ در همین لحظه سوپرمن به بالا نگاه میکنه. هیچ حقیقتی وجود نداره، رحمی وجود نداره. اون با تمام قدرت کالابیک رو میزنه و به طرف اتمسفر پرتاب میکنه. لیگ عدالت گزارش هایی رو از سراسر جهان دریافت میکنن که پارادیمون ها جاهای پرجمعیت دنیا رو منفجر میکنن.
اونها خیلی سریع برای کمک و نجات هرچه بیشتر مردم حرکت میکنند. حتی بتمن و تیمش دور هم جمع میشن تا در مقابل اونها مبارزه کنند. اونها میدونستن که به گاتهام هم حمله شده و باید نبرد در مقابل یکدیگر را برای نجات دنیا مدتی کنار بذارن. باید دست از مبارزه در مقابل همدیگه بردارن. سوپرمن دوباره کالابک رو میگیره و اون رو به سمت زمین پرتاب میکنه و درست روی اون فرود میاد و تهدیدش میکنه که جلوی حمله رو بگیره و اون رو لغو کنه. کالابک بهش میگه: تو واقعا تغییر کردی. و اینجاست که تعداد زیادی از پارادیمون ها رو خبر میکنه و سوپرمن در یک چشم هم زدن میبینه که در زیر تعداد زیادی از پارادیمون ها دفن شده. سوپرمن با قدرتی که داشت همه پارادیمون ها رو به اطراف پرت میکنه و دوباره میره سراغ کالابک و بهش میگه: از جات بلند شو، به من نگاه کن کالابک. تنفر در چشمای سوپرمن موج میزد. کالابک به سوپرمن میگه: تو بردی، من تسلیمم. ولی این اون چیزی نبود که سوپرمن میخواست. سوپرمن فریاد میزنه: من نمیخوام تسلیم بشی، تو باید با من مبارزه کنی. و بعد اونو خیلی محکم به زمین میکوبه و با تمسخر بهش میگه: بابا جونت این دفعه دیگه نمیاد نجاتت بده، نه؟ و یک ضربه محکم توی صورتش میکوبه و اونو از سر میگیره و زیر خاک دفن میکنه. اما در جای دیگر فلش داره با تمام سرعت میره تا هر اندازه که بتونه انسانها رو نجات بده. سوپرمن جلوش ظاهر میشه و میگه: برای من باید چیزی ازت بپرسم. فلش میگه: نمیتونستی یکم صبر کنی؟ میبینی که من دارم الان جون مردم رو نجات میدم. نه فلش، نمیتونستم صبر کنم. مسئله مهمیه و خیلی سریع باید راجع بهش باهات حرف بزنم. نظرت راه دیگه ای جز کشتن پارادیمون ها برای نجات مردم وجود داره؟ فلش میگه: نه، ولی اگه اومدی اینجا از من مجوز برای کشتنشون بگیری، من نمیتونم این کارو برات بکنم. سوپرمن میگه: اما مگه تو راه دیگه ای بلدی تا جون مردم رو نجات بدم؟ و فلش میگه: نه. بنابراین سوپرمن به فضا میره و اونجا متوجه میشه که چه کاری رو باید انجام بده و در مسیری که پیش رو داره هیچ اهمیتی نداره. اهمیتی نداره که در مقابل جون هزاران انسان که باید نجات بده، پارادیمون ها قرار دارن و کشتن اونها اهمیتی در مقابل جون آدم ها نداره. با این شرایط با سرعت یک موشک به زمین برمیگرده و تمام ارتش پارادیمون ها رو میکشه. بعد از اون در محلی که برنامه ریزی کرده بودند فرود میاد تا برای مردم حرف بزنه. در حالی که تیکه های موجودات نابود شده در آسمون بود، همه ی دنیا یک صدا نجات دهنده خودشون یعنی سوپرمن رو تشویق میکردن. بتمن متوجه شد که سوپرمن چه کاری رو انجام داده و دیگه نمیشد کاری کرد. سوپرمن لکس لوتر رو داره که توسعه و پیشرفت تولید قرصی رو داره شروع میکنه که قدرت اونو به متحدانش میده. در حالی که بتمن داره تلاش میکنه که با افشای هویت خودش همراهانش رو متقاعد کنه که همواره در کنارش بمونن. هر دو طرف میدان نبرد با هم ملاقات کردند، ولی هیچ یک از طرف این خواستار جنگ نیستند، چرا که اونها با هم دوستند و هر دوی اونها به دنبال یک چیزند. اینطور نیست؟ سوپرمن فلش رو صدا میکنه و ازش میخواد که با همدیگه یک بازی دوستانه ی شطرنج انجام بدن، در حالی که میخواد باهاش مشورت کنه. اون نیازی به همفکری داره و فلش میتونه خیلی سریع فکر کنه. سوپرمن بازی خودش رو با مقدمه چینی شروع میکنه. ببین فلش، من میخوام از شر همه اسلحه ها خلاص بشم. مات فلش میگه: اگه میخوای با اسلحه شروع کنی، پس تکلیف مواد مخدر و سیگار چی میشه که خیلی بیشتر از اسلحه باعث کشته شدن آدما میشن. مات بعد از اون میتونیم تمام رانندگایی که سرعت غیر مجاز داشتن رو به زندان بندازیم. مات و بعدش میتونیم کسایی که زنجیر یک سگ خطرناک رو رها میکنن رو بگیریم. مات و همینطور افرادی که بازیافت انجام نمیدن. سوپرمن داشت به حرفای فلش فکر میکرد. پدر و مادر سوپرمن که در حال حاضر بعد از اینکه یک مدت قبل رو بوده شده بودند، در قلعه تنهایی سوپرمن ساکن بودند. لکس لوتر هم همراه اونها بود. اون داشت تلاش میکرد که قرص رو درست کنه. اما مادر و پدر سوپرمن از لکس میخوان که به پسرشون کمک کنه، چون سوپرمن بیشتر از هر کس دیگه‌ای براشون ارزش داشت. مدتی بعد دیمین تصمیم میگیره سیستم حمل و نقل از راه دور برج مراقبت رو فعال کنه و به مقر بتمن برگرده. آلفرد اون رو اونجا میبینه. دیمین بعد از اون زمانی که اشتباهاً باعث مرگ نایت وینگ شده بود، دیگه به غار بتمن برنگشت. بتمن وارد غار میشه و میگه: تا اینجا چی کار میکنی؟ دیمین متوجه منظورش میشه و میخواد اونجا رو ترک کنه که در همین لحظه آلفرد رو به بتمن میگه: پسر گناهکارت بعد از مدتی تازه به خونه برگشته بروس. اون فقط به دنبال جبران کردنه. لطفاً اینجوری نباش بتمن.
بنابراین بتمن به پسرش میگه وایسا، من میخوام حرف بزنم. دیمیه خیلی سریع رو به بتمن میکنه و با عصبانیت میگه تو منو تو آرکام رها کردی، تو داری اشتباه میکنی، حق با سوپرمنه، تو فقط به فکر خودتی، فقط خودتو میبینی بتمن. بتمن میگه این درست نیست. البته که درسته، همیشه همینطور بوده. اولویتای تو، درد تو، والدین تو که مردن، راه تو، قانون تو، میراث تو، استانداردهای غیر ممکن تو. آلفرد دستش رو روی شونه دیمین میزنه و میگه بذار پدرت حرف بزنه دیمین. دیمین که یکی از اون قرصهای قدرت خورده بود اشتباهاً آلفرد رو به طرف کامپیوتر بتمن پرت میکنه. دیمین از کاری که میکنه شوکه میشه. نه! بتمن که میبینه قدیمی ترین دوستش زخمی شده فریاد میکشه تو! دیمین با عصبانیت بتمن رو به طرف سکه بزرگی که در مقر بود پرت میکنه. اون سکه در حال افتادن روی آلفرده که در یک چشم هم زدن هاگرل اونجا میرسه و اونو میگیره. دیمین خیلی سری میره سراغ آلفرد تا از اون عذرخواهی کنه، اما سر در نمیاره که چطور این همه قدرت پیدا کرده. هاگرل به طرف دیمین میاد و اونو با خودش میگیره و میخواد به برج مراقبت برگرده، تا اینکه بتمن بهشون میگه صبر کنید. دیمین متوجه موضوع میشه و میگه از کی تا حالا هاگرل به حرفای بتمن گوش میده؟ اصلا اون از کجا میدونسته که مقر بتمن کجاست؟ یا اینکه اون از کی تا حالا این همه قدرتمند شده ها؟ بنابراین یک نارنجک هوایی فعال میکنه و در این صورت منهانتر مجبور میشه که به حالت نرمال خودش برگرده. دیمین به طرف ورودی و درگاهی میره که از اونجا بتونه به سمت برج مراقبت فرار کنه. اون به سوپرمن و لیگ عدالت خبر میده که تمام این مدت منهانتر به شکل هاگرل مبدل شده و مأمور مخفی بتمن بوده. اون میگه که هاگرل واقعی اسیر و در اختیار بتمنه. سوپرمن فکر میکنه بتمن این بار پاشو خیلی فراتر از حد گذاشته، بنابراین تصمیم میگیره چیزی رو از بتمن بگیره که اون فکر میکنه هنوز مال خودشه. اون چیز هویت پنهانی بتمنه. اون به امواج ماهواره یه سراسر دنیا متصل میشه و اعلام میکنه که هاگرل در دستان بتمن اسیره. اون میخواست هویت بتمن رو فاش کنه که بتمن پروتکل ایکاریس رو فعال میکنه و برج مراقبت رو بدون ساپورت زندگی افرادی که در اون هستند شاددان میکنه. همه ی کسایی که در برج مراقبت هستند وحشت میکنند و تصمیم میگیرند که برج مراقبت رو به زمین برگردونند، اما سوپرمن به اونها میگه که مخالف این کاره. اون میگه باید راهی پیدا کنیم که این پیامو غیر فعال کنه، چون دیگه نمیتونن به بتمن زمان بدن تا حرکت دفاعی جدیدی انجام بده. بنابراین اونها از طریق سایبورگ هشتگ جدیدی رو در شبکه‌های مجازی آغاز کردند. هشتگ بتمن بروس وین است. حالا دیگه دنیا میدونه که بتمن در واقع چه کسیه. لیگ عدالت خیلی سریع خودش رو به جایی میرسونه که بتمن اونجاست و به محض فرود اومدن سوپرمن از اون خواست که هاگرل رو به اونها برگردونند، اما بتمن به اونها گفت که اون قبلا این کارو کرده. واندر وومن به بتمن هشدار میده که دست از این کار برداره، وگرنه اونها مقابله به مثل میکنن و با خشونت پاسخ میدن، و بتمن به سرعت پرواز میکنه و از اونجا دور میشه. فلش میگه چه عالی، خیلی غیر منتظره بودا. فانوس سبز فریاد میزنه اون منهانتره. همه اونها پرواز کنن به دنبالش میرن. منهانتر شاید بتونه خیلی سری پرواز کنه، ولی هرگز نمیتونه از سوپرمن و واندر وومن و فانوس سبز پیشی بگیره، بنابراین نامرئی میشه و این یکی از قدرت‌های اونه. فانوس سبز مکس میکنه و از انگشترش میخواد که منهانتر رو با اسکن پیدا کنه، اما در یک چشم هم زدن منهانتر ضربه‌ای به صورت فانوس سبز میزنه. منهانتر مقابل سوپرمن میسته. سوپرمن از اون میپرسه جان، تو چرا داری بر علیه من کار میکنی؟ و اون پاسخ میده فقط به خاطر اون چیزی که تو بهش تبدیل شدی. من سیارم رو دیدم که توسط یک حاکم ستمکار به تاراج رفت و شما دقیقاً دارید همون کارو میکنید. واندر وومن حرفشو قطع میکنه و سرشو محکم با دستاش میگیره. ناگهان منهانتر تغییر شکل میده و به داخل بدن واندر وومن نفوذ میکنه. اون راه اکسیژن به مغزشو میگیره تا واندر وومن کم کم بمیره. واندر وومن به سوپرمن میگه فقط یک راه وجود داره و تو میدونی باید چی کار انجام بدی کلارک. سوپرمن میدونه که حق با واندر وومنه. اون با تمام قدرت واندر وومن رو به آتیش میکشه. ممکنه که من هانتر به اندازه سوپرمن قدرت داشته باشه، ولی نقطه ضعفش حرارته و در نهایت خیلی زود زنده زنده میسوزه و میمیره. بالاخره بتمن به تیمش میگه که سوپرمن داره خیلی زیاده روی میکنه و اینکه اون من هانتر رو کشته، و میگه اونا فقط یک شانس دارن که جلوی سوپرمن که این همه قدرتمند شده است رو بگیرن.
اونا باید بتونن موجودی با توانایی سوپرمن درست کنن. اونا با هم جر و بحث میکنن که شاید این کار زیاد روی باشه، ولی سرانجام با بتمن متحد میشن. بتمن، کتوومن، کاپتان اتم، گرین ارو و کانری از طریق تلپورت به محل قلعه سوپرمن میرن. بتمن همچنین از همراهی پرزیدنت نیز برخورداره. پرزیدنت برای اینکه حواس سوپرمن پرت بشه به کره حمله میکنه. همون موقع تیم بتمن حرکت خودشون رو آغاز میکنن. کتوومن قفل ها رو میشکنه. سوپرمن با سر و صدای زیاد مقابل کاخ سفید فرود میاد و میگه: پرزیدنت، چرا میخواید این کارو بکنید ها؟ در حالی که میدونید من جلتون رو میگیرم و اجازه نمیدم. در اینجاست که متوجه موضوع میشه و میگه: مگه اینکه بخوای حواس منو پرت کنی؟ بتمن به محض ورود به قلعه متوجه اشتباه سوپرمن میشه. کلارک از پدر و مادرش در اون قلعه محافظت میکرد. بتمن میگه: نه، اون اگه حتی یک ثانیه هم فکر میکرد که ما به دنبال پدر و مادرش میایم، این کارو انجام نمیداد. من حتی نمیخوام بدونم که اون چی کار میکنه. همین که بتمن برگشت، سوپرمن رو دید که گردن کاپتان اتم رو گرفته و روی زمین میکشه، در حالی که چشماش از عصبانیت سرخ شده. سوپرمن واقعا عصبانی بود و نمیتونست درست فکر کنه. حتی وقتی پدر و مادرش ازش خواستن که اونو ول کنه و بذاره کاپتان اتم بره، هیچ توجهی نمیکنه. اما کاپتان اتم اصلا نگران نیست. اون به معنای واقعی لباسی داره که محتوای 10 بمب اتمی کوچیکه. سوپرمن رو با مش میزنه و بمب رو منفجر میکنه. میزان خسارت و آسیب در قلعه سوپرمن خیلی زیاده. همه فرار میکنن تا از داخل قلعه خارج بشن. ورودی قلعه تخریب میشه و راه بسته میشه. اما ارو به همراه پدر و مادر سوپرمن درون قلعه گیر میافتن. بتمن به گروهش به دنبال راهی میگردن که ارو از اونجا خارج بشه. کاپتان اتم داره سوپرمن رو میزنه. هر مشت اون مثل یک بمب هسته‌ای کوچیک میمونه. سوپرمن دیگه نمیتونه تحمل کنه و از شدت ضربات کاپتان داره توی زمین فرو میره. واندر وومن شمشیرش رو روی گلوی کاپتان اتم میزنه و گردنش رو میباره. کاپتان اتم میگه: اوه احمق، من شاید دیگه نتونم زنده بمونم و گزینه دیگه ایم ندارم و خواهم مرد، ولی این فرصت خوبی برای منه. من میمیرم، ولی قبلش تو هم با خودم میبرم. اون سوپرمنو میگیره و با خودش به فضا میبره. واندر وومن فریاد زنان به دنبال اونها میره. انفجار 10 بمب هسته‌ای در فضا نیروی تولید میکنه که از کاپتان اتم به اطراف پخش میشه. انفجار اونقدر بزرگ بود که واندر وومن به سمت زمین پرت میشه. حتی تمام ماهواره های اطراف نابود میشن. کاپتان اتم میمیره، ولی سوپرمن زنده میمونه. سوپرمن الان خیلی عصبانی و دلخوره، چرا که اونها تلاش کردند اونو بکشند. اون به زمین برمیگرده تا واندر وومن رو پیدا کنه. وقتی اون رو پیدا میکنه، میبینه که اون در کماست و بیهوش روی زمین افتاده. فلش میرسه تا اون رو برای کارهای پزشکی ببره. سوپرمن به قلعه برمیگرده و یک سوراخ بزرگ در سقف ایجاد میکنه تا بتونه وارد قلعه بشه. اونجا ارو وجود داره، تنها عضو گروه بتمن که در قلعه به همراه پدر و مادر سوپرمن گیر افتاده بود. ارو میدونست باید چه کاری رو انجام بده و برای چی اونجاست. چشمش به قرص‌های ویژه سوپرمن میافته. سوپرمن با لیزر استند قرص‌ها رو میسوزونه تا ارو به اونها دست نزنه. اون به سمت سوپرمن تیری شلیک میکنه. سوپرمن بهش میگه: این تیر کمکی به تو نمیکنه. اون جواب میده: ولی باعث میشه که احساس بهتری کنم سوپرمن. سوپرمن جا خالی میده، تیر از سوپرمن عبور میکنه و به شانه پدر سوپرمن برخورد میکنه. سوپرمن خیلی محکم با پشت دست توی صورت ارو میزنه و اونو به دیوار میکوبه. ارو روی زمین میفته و میخواد طولانی ترین فاصله ای که تا حالا شلیک کرده رو به خاطر بسپاره. اون تیری شلیک میکنه که از روی شونه سوپرمن رد میشه و از سوراخ سقف خارج میشه. سوپرمن پشت سر هم و با شدت زیاد شروع به زدن ارو میکنه. اونقدر که خون ارو در هوا میپاشه. پدر و مادرش از اونچه که پسرشون به اون تبدیل شده وحشت کردن. اونها التماس میکنن که بس کن کلارک. ارو فقط چشماشو میبنده و از کانری عذرخواهی میکنه و میگه: متاسفم، فکر میکردم زمان بیشتری با هم داشته باشیم. زیباترین دختر در کل این دنیای لعنتی. اون سپس برای همیشه چشماشو میبنده. بتمن، کتوومن و کانری به کنار تیری که ارو پرتاب کرده بود میرن. کانری ردیابش رو نگاه میکنه و از اونجا دور میشه و با خودش میگه: ارو دیگه بر نمیگرده. اما ارو بر روی پیکان تیر یکی از اون قرص های مخصوص رو چسبونده بود.
بتمن اونو با خودش به پایگاه میبره تا آنالیز کنه. اون فقط چند دقیقه تا اومدن سوپرمن وقت داشت و در حال حاضر تنها چیزی که حواس سوپرمن رو پرت میکنه پدر و مادرش هستند. اونا میخوان بدونن که چرا اون اینطوری شده و از همه چی فاصله گرفته. جرئل به اون میگه دیگه بیشتر از این از قلعه کمکی دریافت نخواهد کرد. سوپرمن به سمت مقر بتمن پرواز میکنه. جرئل سپس رو به پدر و مادر سوپرمن میکنه و میگه متاسفم، من سوپرمن رو وارد زندگی شما کردم. سوپرمن کوبنده و از سقف وارد غار بتمن میشه و میگه من تمام افراد دیوونه ای توی گاتهام از بین بردم. اون با عصبانیتی که چشماشو سرخ کرده بتمن رو میگیره. پشت سرشون کامپیوتر مقر قرار داره که داره تلاش میکنه قرص مخصوص و رمزگشایی کنه. در واقع اون خون سوپرمنه که کاور شده. بتمن میگه اون با اخلاق ترین و دلسوز ترین دوستی بود که ما داشتیم سوپرمن. سوپرمن مکسی میکنه و برمیگرده و میگه ادامه بده. و بتمن در جواب بهش میگه مرگشو توجیه کن. با کانری تماس میگیریم و بهش میگیم که تا این کار از روی خیرخواهی انجام دادی. سوپرمن فریاد میزنه کافیه دیگه و بتمنو به گوشه ای از پایگاه پرتاب میکنه. بتمن با عجله به طرف کامپیوتر مقر میره. دکمه ای رو فشار میده. کامپیوتر فیلم مراسم ازدواج کلارک و لوئیز رو نشون میده. تو قسم خوردی که اونو عزیز بداری و ازش محافظت کنی، ولی نتونستی هیچ کدوم از این کارها رو براش انجام بدی. نتونستی ازش محافظت کنی. این چطور گرامی داشتنیه هان؟ چطور با این کارا میخواستی ازش محافظت کنی سوپرمن؟ سوپرمن فریاد میزنه و میگه من این کارا رو فقط به خاطر اون انجام میدم. بتمن میگه به خاطر اون و اون لحظه ای که میمیره همون موقعیه که تو انسانیت رو از دست دادی. از این کارا دست بردار و همه چی رو متوقف کن. در همین لحظه بتمن دستگاه سونیک رو راه میندازه و سوپرمن به خاطر امواجش گیج میشه. بتمن میخواد به طرف قرص بره که در مرحله 96%ه که همون لحظه سوپرمن دستشو میگیره و میگه نه، من اجازه نمیدم. اون بتمن رو بلند میکنه و بالای سرش میبره. بتمن فریاد میزنه نه کلارک، این کارو نکن. ولی سوپرمن گیج و منگه و بتمن رو از پشت روی زانوهاش میکوبه و پشتشو میشکنه. درست وقتی که بروس اون گوشه روی زمین افتاده بود و داشت عذاب میکشید، سوپرمن داشت از اونجا دور میشد و میگفت بروس، من تو رو نمیکشم، ولی نمیتونم بذارم کاری که میخوای و انجام بدی. من جلوی تو رو میگیرم. بروس رو به سوپرمن میکنه و میگه فکر میکنی داشتم تلاش میکردم تا باهات بجنگم؟ نه، اشتباه نکن، فقط میخواستم حواستو پرت کنم. سوپرمن رو به کامپیوتر میکنه و میبینه که پروسه کامل شده و قرصو در جای دیگه ای بارگذاری کرده. بروس تو چی کار کردی؟ بروس با لبخند میگه اون شانس تازهی برای مبارزه به ما میده. ناگهان شخصی دستش رو روی شونه ی سوپرمن میذاره و اونو صدا میکنه. کلار کنت؟ اون کسی نیست جز آلفرد. سوپرمن به نظر شوکه شده. همونطور که آلفرد خیلی محکم با سر توی صورتش میکوبه، باعث میشه صورتش خون ریزی کنه و بهش میگه ازت ناامید شدم کلارک، دیگه به خانواده من آسیب نزن. اون پشت سر هم سوپرمن رو میزنه و توی صورتش میکوبه. بعدش میره سراغ بتمن و اون رو بر میداره و با خودش به تلپورت میبره. به دنبال این قضایی سوپرمن خواستار برگزاری یک کنفرانس میشه. اون در این کنفرانس اعلام کرد که در حال حاضر بتمن و متحدانش دشمنان لیگ عدالت هستند. اون قصد داره نیروهای خودش رو جمع کنه و با کمک اونها بتمن و تمام کسایی که بهش کمک میکنن رو رسوا کنه. چون آخرین چیزی که لوئیس به اون گفته این بود که دنیا رو نجات بده کلار. اون تصمیم داره این نبرد رو به خاطر لوئیس انجام بده. این نبرد تازه شروع شده. و این بود پایان سال اول از کامیک اینجاستیس گادز آمانگ آس. امیدوارم از تماشای اون لذت کافی رو برده باشید. حتما منتظر سال دوم این مجموعه بی نظیر باشید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.